زمانی شخص خردمندی گفت: از بزرگی نترس. برخی بزرگزاده می شوند و برخی بزرگی را به دست می آورند. بعضی هم بزرگی را به دامانشان می اندازند. کیه در می زنه؟ اولیا حضرت، پادشاه می فرمایند که براشون یه دونه ساندویچ مغز و زبون همین الان آماده کنین. الان ساعت 3 صبح. ولی دیگه پادشاه هر چیزی میخواد باید انجام بشه. حالا میخواد 3 باشه، 5 باشه، هر وقتی. ناسلامتی، منم ملکم، خودش میتونه ساندویچشو درست کنه. جلو رو من میبندی؟ حالا نگاه کن چیکار میکنم. خیلی خوب، برو خونه مادرت. اینا تو نمیتونی این کارو با من بکنی، من ملکم. وای واقعا ترسیدم. اون پادشاه هر کاری هم دلش بخواد میکنه، میفهمی؟ پادشاه بارم نمیشه، هیچ وقت هم اینجا بر نگرد، میفهمی؟ هیچ وقت. فکر نمیکنی یکم زیاده روی کردی؟ به هیچ از قربان، اگه اون با کار عاشق سر در میرفت هیچ کس دیگه شما رو هفیش هم حساب نمیکنه. خوبه، حالا باید چیکار بکنم من؟ من فکر میکنم باید براتون یه ملکه جدید پیدا کنیم قربان، از اون خوباش. خیلی خوب، حالا ساندویچ برای من درست کن. این داستان یک شخص بزرگه. سخته که بگم آیا قهرمان داستانمون این طوری زاده شد یا اینکه فقط در زمان درست در جای درست قرار داده شد و تصمیم گرفت کار درست را انجام بده. فکر کنم خودتون بتونید قضاوت کنید. و باید بگم که قهرمان ما یه پادشاه نیست، اون فقط یه دختر معمولیه. استر، دختری که ملکه شد. یه دقیقه صبر کن استر، کار دارم. بله؟ بذار ببینم درست فهمیدم یا نه. تو دیدی دوستت یه سیب داشته، درسته؟ آره کاملا درسته. پس اون سیب مال خودش نبود ولی اون برش داشتش. درسته. و حالا نمیدونی باید چی کار کنی؟ آره باید چی کار کنم. خودت فکر میکنی چی کار باید بکنی؟ خب فکر کنم که باید متوجه اشتباهش بشه و پول سیبو بده. به نظر جواب خیلی خوبی میاد. آره ولی خب من خیلی میترسم. استر؟ بله پسرم و مرده خواهی. بگو ببینم من چند وقت پسرم بودم؟ خب همیشه بودی و هستی. آفرین دختر خوب، تا حالا شده اشتباهی راه نمایید کنم؟ خب فکر نکنم. گوش کن، تو هیچ وقت نباید از انجام کار درست بترسی. اون آوازی که مادر بزرگ یه زمان برات میخوند یادت هست؟ منظورتون اینه که میگه خدا با ماست و هیچ وقت نباید بترسیم؟ آره اونو یادم میاد. آفرین. ولی اگه اون بعدش بیاد دیگه نخواد دوستم باشه چی؟ آه استر، تو فقط کار درست رو انجام بده. اون بیرون مشکلاتی به مراتب بزرگتر از سیبای دزدی وجود دارن. مثل همین که اومد اون هامانه، از من متنفره، باید برم یه جای ناپدید بشم. راه را برای همان باز کنید، شخص دست راست پادشاه. درود بر مردم سرزمین پارس. علاوه حضرت خیام چنبر شاه همایونی، به دلایلی که اصلا به هیچ کسی، به تو و اون آقایی که اون تایی ساده مربوط نیست، احساس میکنه که نیاز به یه ملکه جدید داره. خیلی خوب، بنابراین مایلم از تمام بانوان واجد شرایط جوان بخواب که خیلی شیک و مجلسی بیایید برید تو. تا حالتم عوض نشده. ای خانم، کجا مزورم شما بودین؟ از اونجایی که من شایسته پادشاه نیستم به نظرم بهتره که همینجا بمونم. من اصلا نظرتو نخواستم خانم جان. پادشاه ملکه میخواد، شما هم بودو براسو، یا اینکه خودم بیام. بستر به گمونم بهتره که باشون بری. چی؟ ولی من آقا، ولی آخه من باید اینجا بمونم تا مراقبه. تو به من گفتی هیست؟
چی؟ نه من فقط داشتم. های های من تو رو میشناسم، تو مرزخواهی. سلام هامان. تو فقط اجازه داری منو سرورم صدا کنی. میدونی ما هر دوتامون در خدمت پادشاهیم، ولی تو در برابر من پوشه هم نیستی. نه چیزه، اشتباه گفتی پشه. چی؟ تو به من گفتی پشه؟ نه من فقط داشتم تلفظ صحیحشو بهت میگفتم. تو داری به من میگی یعنی من یه احمقم؟ نه تو به پروالا سری و تو خیلی سری تعظیم کن. نه تعظیم کن. نه تعظیم کن. نه من به غیر از خداوند به هیچ کس تعظیم نمی کنم. به خدا چه بسه؟ ولی آخه من میخوام بمونم. تو باش به من گفتی؟ نه ای بابا، استر برو توی واگن، بعدا همه چیو برای توضیح میدم. حرفم و کنگرد پاک مرده خواهی یکی از این روزا به خدمت میرسم. استر، دخترم استر، تا اونجایی؟ پسرم مرده خواهی، چه خبر؟ نه خیلی خوب، خیلی خوب، ببخشید که همش میگم هیست، ولی ببین هامان از ما متنفره، از همه خانوادمون متنفره. اگر میفهمید من پسرم بودم با تو هم بد میشد و این برات خطره، خیلی برا بزرگیه. استر، تو نباید بذاری کسی بفهمه که عضو خانواده ما هستی. ولی من اصلا نمیخوام اینجا باشم. آخه چرا باید اینجا باشم؟ استر، من چیزی در مورد آینده نمیدونم، ولی خداوند میدونه. شاید دلیل و حکمتی داشته باشه. من بازم میام میبینمت. بگو چرا، من که نمیفهمم. بگو چرا نیستی راه روشن. بگو چرا هستم اینقدر نگران و پریشون. حالا چی کار کنم؟ سگها با نمکن، کی گفته اونا کثیف و بیادبن؟ اگه یه روز من ملکه بودم، همه یه سگهای خوب شده بونه میدنم. بله، ایشون شرکت کننده شماره 37 بودن که با اون صدای دلشنشون مو رو به تن همه سیخ کردن. ایشون اسمشون از خانم آرمیتا. با یه خداحافظی ما رو خوشحال کنه بهتره. بعدی اینو نبینم دیگه. بله، و اکنون بقیه برنامه اون تمام راه رو از بابل سرزمین باغهای معلق آمده. این شما و این بانوی بابل. بیا دیگه، میشه دوباره بگی باید چی کار کنم؟ ای وای، یعنی تو نمیدونی که باید یه آواز برای پادشاه بخونی؟ چیزی آماده نکردی؟ راستش فکر نمی کردم تا اینجا پیش برم. ای خدا، خواهش میکنم یک چیزی بخون، وگرنه اینطوری موقعیتم پیش پادشاه به خطر میفته. بذار ببینم. اون آوازی که یک زمان مادر بزرگت برات میخوند یادت هست؟ خیلی خوب، یه چیزی یادم اومد. نگاه کن به خدا، اون بالا سر ماست. دنیا هست روشن و شاد وقتی که او با ماست. پس هیچ وقت نترسی، اون تو قلب ما هست. هیچ چیز جلو داره ما نیست وقتی خدا با ماست.
ملک. اوه بله بله، ما یک ملکه جدید داریم. اسمتونی چیه دوشیزه خانوم؟ اسمم استرک. آه خانوم، همه آقایانی میخوام ملکه جدید رو معرفی کنم، خانوم استر. اینم کارت ملکه. نه همونیه که من میخوشتم. استر، استر، من خبر رو تازه شنیدم، تو دیگه ملکه کل سرزمین پارس شدی. آره. خب تو میتونی الان برای این موقعیتی که برای پیش اومده یکم هیجان زده باشی؟ هیچ کس از من نپرسید که میخوام ملکه بشم یا نه. واو استر، تو همیشه طرز فکرت با دیگران فرق میکرد. واسه همین از اخلاقت خوشم میاد. آه نگران نباش، حتما یه حکمتی توش هست، ولی فردا تو به دربار معرفی میشی، خیلی خیلی بهت خوش میگذره، بهت خور میدم. یکم بهتر استراحت کنی ملکه استر، دختر عموی عزیزم، تو ملکه پارس شدی، کی فکرشو میکرد؟ مردخای پادشاه چجوریه؟ پادشاه؟ آه اون خیلی تیز و باهوشه، فکر کنم خیلی ازش خوشت بیاد. فکر میکنی از من خوشش میاد؟ معلومه که خوشش میاد، شما پادشاه اینا، حقیقتا مردم از ترس جونشونم که شده شما رو دوست دارم. آره آره اینو که خودم هم میدونم بابا. نه مثلا اگه من پادشاه نبودم، یکی از این کسایی بودم که شطوران رو تمیز میکردن، وکیلی بودم، مهندسی بودم، بازم همین فکر رو میکردی تو؟ این شکی در موردش ندارم، شما بزرگ و قوی، یک خیار خوشقد و بالا و خوش قیافه ای، هر دختری در سراسر این سرزمین با خوشحالی برای شما ساندویچ هم درست میکنه، چه پادشاه باشی چه نباشی. واقعا اینجوری فکر میکنی؟ اصلا فکر نمیکنم، مطمئنم قربان. خیلی خوب، خیالم راحت شد، بیارینش تو. الان چیو دقیقا داری مینویسی؟ حرفامو تموم شد که. سلام پادشاه. تو دیگه چی هستی؟ من آشپز دربار. خب الان چیکار کنم من؟ واسه با شدی اومدی اینجا تو؟ هر تازه عروس اومدی یه کیک میخوان دیگه، مگه نه؟ چطوره؟ اوه خدای من، عجب کیکیه، تو اینو برای من درست کردی؟ بله. اوه نباید این کارو میکردی دیگه، آخه من رژیمم، اما اشکال نداره، یه تیکشو واسم بیار. خب میدونید آخه من همیشه همینجا عجیب بخوام میخورم، دلیل نداره بایانشم بیام اونجا. پادشاه به خاطر نورش میگم، نور فقط تو همین قسمت خوب روی این کیک میتابه، شما تنها زمانی میتونی نه تمام بیبایی این شاهکار شیرینی پدیله و ببری که نور درست بهش بتابه. نور مناسب؟ خب به نظرم منطقی میاد، فکر کنم بتونم بیام اونجا. سخته ولی خب میام دیگه، چیکار کنم؟ هی اون دیگه کیه اونجا واسده؟ من آشپز دربارم. ولی من تو لحظه تو رو ندیده بودم. خب جدیدم. جدیدی؟ اون برای من کیک درست کرده، ببین چقدر کارش قشنگه. خیلی شما ایشون رو دعوت کردی؟ چی؟ من؟ نه تو رفتی این اومد. شما بهش گفتین که برای سر کسی که سر زده خدمتی شما برسه میاد؟ خب نه، اینقدر این کیک باحال بود اومدم کنارش، فکر کنم خیلی خوشمزه باشه. صبر کنید، دیگه تلاش. نقشه اون نقشه براب شد. چرا به جای شب رو کیکم پیانو گذاشتن؟ دستگیرشون کنین. شما برادران پیونی نیستین؟ همون نخست فرنگی هایی که تو سرزمین پارس تحت تعقیبه؟ بله درسته، خودمونی. اگه به خاطر این ملکه بزرگ نبود الان تمام پادشاهی تو تصاحب کرده بودیم. بله نابودت کرده بودیم. تو جون
نجات دادی. خب در واقع نگهبان خوب شما مردخای این کارو کرد. اون منو خبردار کرد. مردخای جون شما رو نجات داد. ننویس، چیو می نویسی؟ خب مردخای، حقیقتش من پادشاه باید چه مجازاتی برای این دو مجرم خطرناک در نظر بگیریم. اونا خطرناکترین نخود فرنگی هایی هستن که سر زده به مقتل شما اومدن و تلاش کردن روی سر شما پیانه بندازن. اونا یه مجرمن. خب بذار ببینم، احتمالا باید یه مجازات خیلی سختی باشه. تو چی فکر میکنی؟ خب اگه نظر منو میخوای مجازات اونا اینه که باید تبعید بشن به جزیره قلقلک دادن ابدی. تو که منظورت جزیره ای نیست که شب و روز همه رو قلقلک میدن بدون وقفه؟ نه، تا اگه بهش بگی لطفا بس کن. دو چیز هست که نباید در سرزمین پارس انجام بدید. یکی از اونا سعی در پرتاب پیانو روی سر پادشاهه و دیگری سرزده رفتن به حضور اون. برای برادران پیونی فهمیدن این دو نکته پیامدهای سختی به همراه داشت. ممکنه به نظر برسه که شرایط به نفع استر و مردخای پیش میره. هرچی نباشه اونا جون پادشاهو نجات دادن. ولی هامان یه نقشه دیگه تو آستینش داشت. واسه هامان هیچ چیز بدتر از این نبود که پادشاه نظر مثبتی به دشمنش مردخای داشته باشه. اگر پادشاه مردخای رو بیشتر از اون دوست داشته باشه، موقعیتش به عنوان شخص دوم دربار به خطر میفته. پس هامان یه نقشه کوچیک زیرکانه طرح کرد. اخبار بدی دارم براتون. واسه همین تو اومدی خدمتمون؟ نباید شما بکنید اعتماد. چی میگی؟ منظوری چیه؟ میره دارایی های شما همه به باد. نه بابا، باید هرچه سریع‌تر اقدامی کنیم. باید یه راه حلی پیدا بکنیم. کسایی هستن که میخوان همه چیزو نابود کنن. اون افراد از بین نزدیکاتونن. مرگ من؟ اونا کمر بستن به قتلت. نظر در برن از دستت. منظور چیه؟ یعنی چونو میخوان منو بکشن؟ خوش باش و پریشان نباشید سرورم. خودم آبرو حیثیتشونو میبرم. اگه میخوای سلطان این ملک بمونید، باید حیله اطرافیانو بدونید. جون من، پس من دست به کار میشم. منم دست به دست شما میدم. یعنی اون افراد از تو خانواده سلطنتی هن؟ نه بابا، من حدس میزنم کیان خائن ها. پس تو به ما بگو کیان اون خائن ها. زیر نظر گرفتم رفتار اون اشخاص. آفرین، تو چقدر زیرنگی. آن خائنین هستن توی چنگال ما. بابا این عالیه. پس هرچه سریع تر اونا رو از کار بیکار کنید. از هستی و نیستی ساقطشون کنید. اگه بخواید به حالشون رحمی کنید، باید از سلطنت صرف نظر بکنید. خیلی خوب، خیلی خوب. میگیریم آن خائنا، به ذلت کشیم آن خائنا. ما باید سریع تر یه اقدامی بکنیم. ما باید یه راه حلی پیدا بکنیم. اونا میخوان همه چیزو نابود بکنن. اون اشخاص هم از نزدیکامونن. تبعید شوند با این حکم، بیرون روند با این حکم. مردخای سرسم تبعید کردم ای بدبخت.
دیگه چیه؟ استر! 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 پسرمو مرده خای چی شده؟ اون بالاخره کار خودشو کرد، زهر خودشو ریخت. چی کار کرد؟ کیو میگی؟ بهتر اینو ببینی. چی هست؟ اینو که میبینی یه حکم شاهانه است. در چند روز آینده همه ما، تموم خانواده ما به جزیره قلقلک ابدی فرستاده میشن. از این بدتر نمیشه. چی؟ آخه کی این کارو کرده؟ فکر میکنی کی؟ هامان، من که بهت گفتم اون از ما متنفره، از همه خانوادم اون متنفره. آخرم کار خودشو کرد، کاری کرد که پادشاه اینو امضا کنه، حالا همه ما تبعید میشیم. حالا میخوای چی کار کنی؟ خب همین دیگه، من نمیتونم کاری کنم، من فقط یه نگهبانم. ولی تو یه ملکه‌ای. منظورت چیه؟ تو باید بری پیشش، باید بری پیش پادشاه. چی؟ مگه نمیدونی با افرادی که سر زدن از پادشاه برن چی کار میکنن؟ اما استر، برادران پیونیو یادت نیست؟ استر، هیچ راه دیگه ای نداریم، تو تنها کسی هستی که میتونی جلو این کارو بگیری. نه من نمیتونم، من حتی نمیخواستم ملکه باشم. نه مردخای، تو باهوشی، یه راه دیگه پیدا کن. استر، هیچ راه دیگه ای وجود نداره. من حتی انقدر شجاع نبودم که به دوستم راجب سیب بگم. حالا تو ازم میخوای پیش پادشاه برم؟ حتی اگه منو به خاطر رفتم به حضورش تبعید نکنه، چرا فکر میکنی به حرفم گوش میکنه؟ منظورم اینه که هامان وزیر دست راستشه. من نمیتونم مجبورت کنم که این کار انجام بدی، ولی فقط اینو بهت بگم، تو میخواستی بدونی که چرا اینجایی و چرا ملکه شدی. بهت گفتم که حتما خدای دلیلی واسه این کار داره. استر، شاید واسه یه چنین روزی به این مقام رسیدی، شاید واسه همینه که اینجایی. استر، هیچ وقت از انجام کار درست نترس. من برات دعا میکنم، ما هممون برات دعا میکنیم. بگو چرا، من که نمی فهمم. بگو چرا نیستی راه روشن. بگو چرا هستم اینقدر نگران و پریشون. بگو چی زمانی شخص خردمند دیگری گفت یک فرد بزرگ نیاز نداره به چیزی که میخواد بگه یا انجام بده خیلی فکر کنه، اون فقط حقیقت رو میگه و کار درست رو انجام میده. استر میدونست کاری که باید انجام بده درسته، پس اون فهمید که نباید نگران باشه. ولی خب
باید بهش حق بدیم که کمی هم نگران باشه. سلام ملکه. سلام. خیلی خوب قربان، ما کاملا آماده ایم. من کشتی بزرگ رو برای روز جمعه رزرو کردم. آفرین. فقط دو روز دیگه مونده و ما برای همیشه از شر این خانواده خطرناک خلاص میشیم قربان. کارت عالی بود همون. اگه تو نبودی من چیکار میکردم؟ ها؟ ها؟ هی کی ملکه رو دعوت کرد؟ شما ملکه رو احضار کردی قربان؟ او نه، فکر نمی کنم اینطوری باشه. ولی خب ایرادی نداره. تشریف بیارین اینجا پیش من ملکه زیبا. چشم سر برم. من نمیدونم قبلا اینو کسی بهت گفته یا نه، آخه اینجا کسی نمیتونه سرزده بیاد تو، ممنوعه. مجازاتشم مرگ یا تبعید. ولی ملکه زیبای من هر وقت بخواد میتونه بیاد به حضور من. حالا چی میخوای عزیزم؟ فقط به هم بگو، هر چی که اراده کنی بهت میدم. اگه موجب خوشحالی پادشاه میشه چیزی از که میخوام، میخوام شما و هامان امشب برای شام دعوت کنم پیش خودم. چی شده؟ اوه عالیه، مگه نه؟ میخواد ما رو برای شام دعوت کنه. آره آره. اوه حتما، با کمال میل. فقط بگو چه ساعتی ما اونجا باشیم. ساعت 8 خوبه؟ عالیه، پس 7 اونجایی. پس میبینم اتون. آه چه خانم با شخصیت. زنمه. سرزده به حضور پادشاه رفتن واقعا کار شجاعانه ای بود، ولی اینکه به پادشاه بگین وزیرش یک دروغگوه کار سختیه. اگه باور نکنه چی؟ اگه اون دروغگو سر کارش باقی بمونه چی؟ خب بذارید بگم که اوضاع واسه دختر داستان ما خیلی جالب نخواهد بود. استر دنبال یه موقعیت مناسب بود تا خبر رو به پادشاه بده. خیلی خوب، این یکی در مورد سبزیجاته. سبزیجات؟ اوه، پس آسون ترش رو بگم. خیلی خوب، نام جوان جرین بازیکن شاقمان قهرمان چی بود؟ فکر میکنم بتونم بگم. وایسا یکم وایسا، یه دو دقیقه وایسا. تیتو بود، تیتو. آره آره تیتو. نه تیتو نیست که بابا. یعنی تیتو نبود؟ نه، ولی من مطمئنم تیتو بودا. نه اصرار نکنی، تیتو نیست. پس تیتو کی بود؟ اله حضرت، دلیل اصلی که از شما خواستم امشب بیاین این بود که ببینم آیا برای تو ممکنه گردای شما فردا شما برای شام اینجا بیاین؟ آره حتما، به نظر من که خیلی عالیه، ولی من میگم اسمش تیتو بود. نه آقا جان، تیتو نیست. سلام مرده خواهی جون. فکر کنم حرف زیادی برای گفتن نداری، مگه نه مرده خواهی؟ فکرشو بکن دو روز دیگه تو شهر قلقلک از خواب بیدار میشه، چارچشی کپ میکنی. بعد نیست بدونی که دارم از مهمونی شام با پادشاه و ملکه میام. اونا برای فردا شب هم دعوت هم کردم. فکر کنم خیلی از من خوششون اومده. آخه همه از من خوششون میاد، تو چرا منو دوست نداری؟ اصلا خوشم نیومد. میدونی این کار سختی نبود که بهم نشون بدی دوستم داری؟ فقط یه تعظیم کوچولو، فقط همین، اینقدر سخته؟ کی میدونه، من آدم خیلی با نفوذیم، ممکنه بتونم یه کارایی واسه تو خونوادت بکنم مردخای. همان بزرگی به آدمای نادان نمیاد، بدتر از اون این که دروغگوی مناسب وزیر پادشاه نیست. من هیچ وقت به تو تعظیم نمی کنم. خیلی خوب باشه، شاید این وزیر نادون بتونه همین امشب کاری کنه که تو خونوادتو به شهر قلقلکو بفرستم با اردنگی. ده و 28 دقیقه صبح پادشاه دمپایی‌هاش رو پوشید و دندوناش رو مسواک کرد. 9:32 دقیقه پادشاه صورتش رو موقع تراشیدن برید. اخ اونو خوب یادم میاد. بهتر یکم بری جلوتر ببینم گزارش اتفاقات جدیدتر رو داری برام بخونی؟
خوندن اتفاقات روزمره کمکم میکنه راحت‌تر بخوابم. یک و چند دقیقه هابان در کنار تخت سلطنتی به نزد پادشاه اومد. ببین خیلی دوست دارم این نوشته های تاریخی رو برام میخونی. فکر کنم میشه گفت این داستان زندگی منه. یک و چند و پنج دقیقه هابان رفت تا ملکه رو بیاورد. یک و چند و هفت دقیقه سرآشپز با کیک عروسی اومد. یک و پنجاه دقیقه پادشاه بلند شد تا کیک رو بخوره. اوه این خیلی خوبه، هیجان انگیز و غم انگیزه. یک و پنجاه و یک دقیقه زندگی پادشاه توسط نگهبان مردخای نجات داده شد. چی؟ سب کن ببینم، درست شنیدم گفتی مردخای جون منو نجات داد؟ همون پیرمرد سیبیلوه که عینک داره؟ بله. مردخای ها؟ تا حالا به خاطر این کار ازش تشکر کردی؟ نه. واقعا باعث تأسفه. شاید بهتر باشه یه کارتی چیزی بهش بدیم. میدونی آخه باید ازش قدردانی کنیم. زل شد اینطوری. واقعا دلم میخواست تو اینجور کارا عقلم خوب کار میکرد. بابا بیا تو. پادشاه من یه درخواست خیلی ضروری دارم، میخواستم ببینم ممکنه که یه دقیقه سب کن هامان، بذار ازت یه سوالی بپرسم. من احتیاج به یه پیشنهاد خلاقانه دارم. خیلی خوب باشه، چی شده خیار همایونی؟ خب یه مرد بسیار خوب هست که واقعا دوست دارم ازش تشکر کنم. میدونی میخوام ازش به خاطر کاری که انجام داده قدردانی کنم، پس یه ایده خوب به من بده. خیلی خوب پادشاه، حقیقتش من نکم غافلگیر شدم. من داشتم به یه کارت پستال فکر میکردم. نه کارت خیلی خوبه، ولی به نظر میاد این شخص خیلی با ارزش پادشاه. نه آره من فکر میکنم که کسی باشه که لیاقت یه چیز خیلی باشکوه داشت، مثلا رژه. آره به نظرم باید لباس سلطنتی به این شخص بپوشونیم و بر روی اسب در تمام شهر بچرخونیم. شاید حتی بهتره یکی از تاجهای شما رو رو سرش بذاریم، یکی از اون تاجهای قشنگ و پر زرق و برق. تو قربان به نظر من که واقعا لیاقتشو داره. بله قربان، بهتره یکی از شاهزادگان نجیب شما جلوی این شخص در خیابان راه بره و به همه اعلام کنه که این شخص بسیار با لیاقته. همه باید بدونن که پادشاه اونو خیلی دوست داره، چون اون شجاعه، مورد اعتماده، خوشتیپه، او خیلی باحاله. میفهمی؟ میبینی هامان، تو اینجا از همه خلاق‌تری. آخه من بدون تو چیکار میکردم؟ خواهش میکنم قربان، نفرمایید انجام وظیفه. همه این چیزایی که گفتی و تک تکشونو برای نگهبان خوب من مردخای انجام بده، مردی که زندگی منو نجات داد. و تو کسی هستی که توی رشه همراهش میکنی، باشه؟ میدونستم میتونم روت حساب کنم. خیلی خوششانستم که اومدی اینجا. راستی ببینم چیزی میخواستی؟ میدونی هامان، فکر کنم بهتره بذاری واسه فردا، آخه خیلی خوابم میاد. شب بخیر. میگن تکبر باعث سقوط میشه. به نظر میاد کسی اینو به هامان نگفته بود، ولی اگه قرار بود مردخای، استر و همه خانواده اونها نجات پیدا کنن، استر باید یه کاری میکرد و اون تنها یه فرصت دیگه داشت. الو حضرت، هامان کجاست؟ حتما میبینم این هامان، ممنون به خاطر ریزه. هر چقدر میخوای بخند، فردا دیگه نمیخندی. سب کن، میخوای بخند، اصلا مهم نیست. سلام، عذرخواهی میکنم دیر کردم. دلیل اصلی که امشب دوباره از شما خواستم بیاین اینجا اینه که استر فراموش نکن، هیچ وقت از انجام کار درست نترس. اعلیحضرت، کسی علیه خانواده من توطئه چیده. فردا من و مردمم به جزیره قلقلک ابدی تبعید میشه. چی؟ ملکه منو تبعید کنن؟ کی جرأتشو داره؟ اون شخص هامانه. حقیقت داره؟ من اصلا نمیدونم اون داره راجع به چی صحبت میکنه، اون دیوونه شده قربان. حقیقت داره. تو میتونی ادعاتو ثابت کنی؟ دارم بهتون میگم این حرفا رو از خودش درآورده. یه دقیقه صبر کن ببینم، این که مردخایه. من امروز واسش رژه ترتیب داده بودم. مردخای پسرعموی منه، خانواده اون خانواده منه. وای!
تو منو فریب دادی مردی رو که جونمو نجات داد و تبعید کنم و ملکه خودمو. نه هامان، من تو رو به همراه هر کس دیگه‌ای که جرأت کرده علیه ملکه من و خانواده‌اش نقشه بکشه به سرزمین قلقلک ابدی میفرستم، تو و همه همکاران تو. جود رو فکر به من اینو درو نیاد. پس هامان به چیزی که سزاوارش بود رسید و مردخای شغل هامان رو بهش دادن. بفرمایید قربان. شخص شماره 2 در تمام پادشاهی. چیکار کنم؟ و اما استر، چه دختر شجاعی. اون بیشتر از 10 تا پادشاه شجاعت از خودش نشون داد و باعث نجات عزیزانش شد. اون از اول اینطوری به دنیا نیومده بود، این کارو تو مدرسه یاد نگرفته بود. اون فقط آموخت که گاهی اوقات خدا نقشه های خیلی بزرگی داره که فقط خودش میدونه. اون میدونست که چه کاری درسته. بله، اون فقط یه بچه معمولی بود، درست مثل شما.